الان کشورهای دیگه هم اینترست نشون دادن و امیدواریم که بتونیم خیلی بیشتر جا ببریم. چقدر موفق بوده در گیشه یا اصولا آرش ریاهی چقدر میتونه امیدوار باشه به اینکه بتونه از طریق این فیلم سرمایه بتونه تهیه کنه برای ساختن یه فیلم دیگه؟ اصولا طرحی داره برای ساختن یک فیلم دیگه؟ در اروپا سیستمش فقط سیستم مالی نیست، یعنی شما اینجور فیلم های ایندیپندنت مووی که درست میکنین تهیه کننده ها به فکر منفعتش نیستن، برای همین آرش از بودجه های دولتی و هنری دولتی استفاده کرد و چند تا تلویزیون پیش فروش شده. اینا اون استقبالی که شده فقط از نظر مالی در اونجا در اون منطقه نمیشه. صحبت ایندیپندنت کرده، آیا صحبتی شده با آقای رابرت ردفورد برای فستیوال ساندنس یا تلویزیون ایندیپندنت؟ خبر نداره. آرش با کی رو فیلم نامه کار میکرد؟ توی ساندنس رو فیلم نامه کار کرد و با کمک ساندنس هم فیلم نامه رو به جایی رسوند که آخر سر تو فیلم دیدیم. ولی فکر کنم از لحاظ تاریخ و زمان نرسیدیم به ساندنس و یه قانونایی هست که ساندنس اگه بخوای نشون بدی فیلمو باید تو آمریکای جای دیگه نشون داده نشده باشه و ما قبلش ولی تو مونترال بودیم، اونجا هم جایزه اصلی رو بردیم، به این دلیل دیگه نرسیدیم که اونجا فیلمو اجرا بکنیم. ولی یه چیزی که دلم می‌خواستم اضافه کنم به حرفای پیام جان این بودش که موفقیتی که این فیلم داشته به نظر من، چیزی که من دیدم این بوده که موقعی که خودمون تو سینما بودیم خب یه راست این احساس رو کردیم و دیدیم و فیدبک رو از مردم گرفتیم و اینه که میدونیم اینه که خیلی از کسایی که تو کشورشون این فیلم نشون داده شده، من خب تو آلمان تجربه شو کردم، موقعی که این فیلم رو میدیدن اصلا دیدشون به پناهنده ها تو کشور خودشون اصلا عوض میشد، دیدشون به ایرانی ها عوض میشد و این یه چیز خیلی مهمی بود که این فیلم تونست انجام بده. جز که مثلا فیلم میتونه مثلا آدم خوش بگذرونه، وقت خوبی داشته باشه، تو سینما بری بیرون بخندی، این فیلم فیلمیه که اصلا دید بیننده ها رو عوض میکنه رو ما ایرانی ها. متاسفانه به دلایلی که خب هممون میدونیم این ایرانی ها خیلی از کشورها خوب فکر نمی کنن، از آدم ها چیز خوبی فکر نمی کنن به خاطر رژیمی که داریم، خاطر هر چیزی که هست، ولی این فیلمو که دیدن متوجه شدن که ما آدم های ایران یه چیز دیگه هستیم از رژیم و یه جور دیگه ما دنیا رو می بینیم، یه خواستای دیگه می خوام، برای یک لحظه آزادی حاضریم از این ور دنیا بریم تا اون ور دنیا. الان چیزی که الان می بینیم تو این 6 7 ماه اخیر که اتفاق افتاده تو ایران اصلا خیلی بیشتر نشون داد که تمام دنیا که ایرانیا چی هستن و چی میخوان و واقعا من امیدوارم که به جایی برسیم که لازم نباشه ما از کشور خودمون خارج بشیم که آزادی رو داشته باشیم. ان شاء الله تو کشور خودمون آزادی رو داشته باشیم. در ضمن ببخشید شما حرف ساندنس هم زدین، آرش خودش تو ساندنس سابقه رو داره، برای اینکه قبل از این فیلم یک فیلم مستند درست کرده بود به اسم اگزاکت فامیلی مووی و اون دکیومنتری ساندنس رو برده بود، برای همینم تونست بازم گرایش بیشتری برای این کوژه بیاره. برای درود برای آقای رابرت ردفورد، برای اینکه یکی از معدود امیدهایی هست که برای به اصطلاح حفظ و حراست و حمایت از سینمای مستقل داره کار میکنه. برای مقررات اسکار اصولا اینجوری هست که هر فیلمی که باید در اون مراسم شرکت کنه حداقل 2 هفته باید در آمریکا نمایش عمومی داشته باشه. این فیلم آیا در آمریکا همچین نمایشی خواهد داشت یا داشته است؟ ما این هفته سعی کردیم این کارو بکنیم که هنوز به اون نتیجه نرسیدیم، ولی تونستیم 2-3 بار اینو نشون بدیم و در این حال چون در پالم اسپرینگ هم بودیم نمیدونم آیا اون حالا چیز میشه. همه اسکرینینگ ها رو هم حساب میشه به این دلیل. شاید یه به یه بشین. آقای آرش ریاهی کارگردان این فیلم جاش در این محفل خالی هست. از دوستان عزیز آرش عزیز، از این آرش خودمون خواهش میکنم که اگه لطف کنن یک کمی از صحبتهای آرش ریاهی کارگردان این فیلم رو هم در یک مصاحبه اختصاصی در اروپا نگاه کنیم. Between us, everybody dead. I promise myself I buy gas mask for all people in my village. So this not happened to us. And I buy rest when I found this job in Germany. You know, Germans are very specialist with gas masks. Ich bin selbst mit meinen Eltern als 9-Jähriger aus dem Iran geflohen. Und damals waren meine Geschwister zu klein, um mitzufliehen. Und sie sind dann ein Jahr später nachgekommen. Am Anfang, als ich in Österreich war,
Als Neunjähriger, dann später, wenn man dann in die Pubertät kommt, ist das Thema Exil und so gar nicht so jetzt wichtig für einen. Man denkt an andere Dinge und hat andere Sorgen. Aber später dann, spätestens als ich 18 Jahre alt geworden bin und die Hälfte meines Lebens im Iran gelebt hatte und die andere Hälfte in Österreich, habe ich mich dann gefragt, werde ich jetzt von Tag zu Tag mehr zu einem Österreicher oder was ist meine Identität und warum bin ich hier und warum sind meine Eltern geflohen und das hat mich dann immer mehr mit dem Thema beschäftigt. خب گزارشگر خصوصی تلویزیون کانال یک مصاحبه ای هم با بچه ها دارن بخشهایی رو در برنامه های گذشته خبری ضبط کردیم پخش کردیم و امیدواریم که فرصتی باشه که صدای فارسی آقای آرش ریایی رو بتونیم استفاده کنیم از اون گزارش یکی جالب هم در برای آرش بگم اینه که آرش مثل همه ایرونی ها پزشکی شروع کرد و وسط بهش گفت من کارم این نیست من میخوام برم سینما معمولا کسانی که معماری میخونن زیاد جلب سینما میشن ولی پزشکی به هر حال پزشکی رشته ای هست که به هر رشته دیگری پناه ببریم باز بهتره برای اینکه بهتر از اون خون و استخوان میاد من خیلی ممنونم بچه‌ای که به دعوت کانال یک رو پذیرفتید برای شرکت در این مصاحبه هرچند کوتاه ولی امیدوارم اگه در آمریکا باشید بتونیم باز هم دیگه رو ببینیم و در یک برنامه دیگه مفصل‌تر صحبت کنیم و اگه صحبتی هست اگه میخواهید های مام برای های مام های داد های ایران های برای دوستان فرانسه نه من یک چیزی که واقعا دوست دارم من هر جا بتونم این حرف رو میزنم که ما پدیده های نسل دومی هستیم که اینجا بزرگ شدیم و این ایرانی بودن تومون هست و خارجی بودن هم تومون هست من خیلی واقعا درخواست میکنم به کسایی که میتونن هنرمندای ایرانی رو سپورت کنن نه فقط برای رقص و آواز به خدا بسیار بازیگر خوب داریم بسیار تئاترای خوب داریم ما نمیتونیم عادت شده که در لس آنجلس به هنرمندان فقط کسانی اطلاق میشه که ترانه میخونند یا آواز میخونند هنرمند عزیز یعنی خواننده ولی هنرهای دیگه ای هم هست باید. اینم که بعد مردم بدونن که ما متاسفانه این لس آنجلس برای پر ایرانی جمعیت هست ولی در جای دیگه ما نمیتونیم فقط فکر منفعت مالی یک پروژه باشیم واقعا امیدوارم که یک روزی یک کسایی که واقعا قادرن دستشون تو جیبشون میره یک مقداری از این سرمایه رو بذارن یک هنرستان درست کنن برای بازیگرا برای جوانایی مثل آرش مثل نوید حالا من دیگه سنی ازم گذشته برای من مطرح نیست داری واقعا تلنت های بسیار با بچه های با استعداد داریم که متاسفانه راه با درا براشون باز نمیشه در این مدتش فکر کردید که در آمریکا بیشتر بمونید یا در آمریکا کار کنید اصلا آمریکا جاذبه ای برای شما که در اروپا در یک مجموعه نسبتا کوچکتر میتونید که هم امکانش رو داشت که کار بکنید هم مقدوراتش هست و تدارکاتش وجود داره بیشتر البته برای اینکه اینجا خیلی بلنگو بازه آیا هیچ فکر کردید که مثلا یک کوچه دیگر بکنید و بیایید به آمریکا برای کار و تفریح یا زندگی یا تحصیل خب معلومه همه بازیگرای میگن آخر میگن آمریکا آخر خطه هم بله همه خود حالی بود منم این فکر کردم حالا ببینیم چی میشه در خیلی اتفاقی که بیفته دیگه میفته حالا ببینیم انشالله بازم تشکر میکنم از شما به خاطر حضورتون در این در مورد این ویدیویی که اول برنامه دیدیم صحبت کردی آیا اگه صحبت دیگه هم هست اشاراتی هست بگن برای اینکه چه بهتر که با همون موسیقی این بحث رو به پایان برسن کمال میل خیلی ممنون من فقط از شما تشکر کنم خواهش میکنم که امکانات دادید با شما باشیم بیننده از مریم خانم سیحون تشکر کنید که بانی خیر این دیدار شد خانم مریم سیحون که این موقعی که ما تو لس آنجلس بودیم واقعا از ما از مریم خانم عزیزی تشکر کنید که باز دوباره این حلقه وصل این ماجرا شد از آقای همایون تشکر کنید که از صبح و بچه ها میان مواظب باشید حواستون باشه بهشون بد نگذره و از بچه ها و از سعید عزیز که این تو این فاصله کوتاه موفق شد که این لوکیشن رو برای ما تهیه کنه از همه بچه ها تشکر میکنم از همتون خیلی زیاد و اگه اجازه بدین فقط من یه دو سه تا کلمه آخر بگم اینکه این ویدیو رو ما تقدیم کردیم به همه هموطنان عزیزمون به خصوص در ایران امیدواریم که
هممون انشالله به زودی در آزادی باشیم و انشالله این فیلم یک روزی در ایران به نمایش در بیاد تا اهالی اونجا تا هموطنان بدانند که چه مرارت ها کشیده شده تا این فیلم ساخته شده و تا این زندگی برقرار بمونه. خوب و خوش باشید تا انشالله.